نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم دكتور سبسيما سمر، عالي قدر و عزيزين و خويندورون و در طولنا دي مخه دي بشريت دستر پشوا تو فدرولنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ده افغانستان ده شهیدان و پاک و ارواو ته دعا کم خدای ده دوی ته جنتونه ورکی او خدای ده مکپده اوتوانیگی چه خپل کچنی خپل میرمنی خپل وگری مسون وساتو او ده وحشت لفزانه او بازو. میار حقوق بشر چیست؟ جواب بسیار ساده است. اسلامیت و انسانیت. ارزش‌های دینی مبین اسلام ارزش‌های دوامدار و پایدار است که انسانیت تعریف کرد. شکنجه در دین مبین اسلام جایی ندارد. احادیث نبوی صحیح وجود دارد. قضاوت کی میکنه؟ وجدان فرد، وجدان جمعی. وجدان اجتماعی در افغانستان فضل خداوند نهایت قوی است. و وقتی که وجدان اجتماعی ما یک عمل محکوم میکنه و عمل باید محکوم باشه. قدسیه چی گناه کرده بود؟ ده سپاره قرآن شریفه حفظ کرده بود. امروز با روزه از خانه برام. اطفال ما در یای آخیل پکتیکا چه گناه کرده واتی والی بالی کو؟ دلتا اجتماعی وجدان باید پا یو غگو وی بستا نور نمنو. دا اعمال دی منل ور ندی، دا اسلامی ندی، دا انسانی ندی. او دا طولنه باید پا یو غگ آواز جکی، خاصتا علمای کرام نگوارو، طول قومی رهبران نه، طول ده مدنی طول نگلو نه، چه پا یو آواز جکسه ترور نمانو. که خلق ده ده چرت که دی چه موگ اراده با پا ده اعمال مات که ارتوائی افغانستان 15,000 کال دوام کرده، 15,000 کال نور بم دوامو کو تو کم نسی ماتا ولی. ترور شاخص افلاس اخلاقی است. تاس کسی که به ترور دست میزنه در حقیقت اعتراف میکنه که به افلاس اخلاقی رسیدم. شکنجه از طرف هر کس که صورت میگیره تنزل به وحشت است. ما هر نوع شکنجه را، دولتی باشه، بین المللی باشه، غیر دولتی باشه، به یک زبان محکوم میکنیم. و از حقوق افراد خود، از حقوق ملت خود به یک آواز دفاع میکنیم. چون شکنجه انسانی نیست. وقتی که چشم انسان خون بگیره به شکنجه دست میزن. و شکنجه قابل قبول نیست. سر حقوق بسیار زیاد صحبت کردیم. حق بنیاد قسمت عمده حقوق در اعلامیه حقوق بشر فردی است. اما افغانستان
به حق اولی خود ضرورت داره که مسئولیت جامعه از ترس و مرگ ناگهانی است. ما مگنن دیت ضرورت لرو چه طولنم لدارن مسئولوس. طفل افغان چی گناه کده؟ تو وقتی که از خانه میبره مادرش باید تا و پدرش و برادرش خواهرش تا آخری دقیقه در دل هره باشن که پس زنده میه یا نمیه. موک در طوله نپیز مسئولیت در ضرورت لرو و سر از این پس میه. اعلامه حقوق بشر اول ما حولش ببینیم. چرا اعلامه حقوق بشر با وجود آمد؟ چون دنیای متمدن خاصتا اروپا با وحشت تنزل کده بود. میلیون ها انسان در کوره ها سوخته شد. قیمت جنگ دنیا درک کرد و بنابرای یک اجماع بین المللی ایجاد شد که باید تکرار از این حوادث صورت نگیره. اجماع جهانی بود چون دنیای اسلام در این اجماع صحه گذاشت. بزرگترین متفکرین وقت دنیای اسلام اعلامی حقوق بشر تایید کرد. این اعلامیه نتیجه فکر یک تمدن نیست، فکر تلفیق تمدنهای موجود است. دوم، از چهار نفره که در این نقش بنیادی داشتن دوتایش از آسیا بود، نماینده چین و نماینده لبنان. بر ما خاصتا جای افتخار است که نماینده لبنان در پوانتون امریکای بیروت معلم بود، چارلز ملک. از این جهت اعلامیه را باید نتیجه تراوش یک نوع فکر نبینیم. سر از این چند سال بحث شد، ده ها کتاب تهیه شد تا بالاخره نتیجهش یک اعلامیه خلاص شد. و سی اعلامیه فعلا از اعلامیه گشته به ارزش‌های جهانی مبدل شد. کدام قانون اساسی دنیا را خود دیدین که در اوجه یا اعلامیه 100% یا حداقل 80-90% موجود نباشه؟ از حرف و نکته دیگه چیز، از حرف به میار رفتیم، میارا به تدریج اما به صورت اساسی قائم شده رفت. بر ما محک بنیادی ما جناب دکتر سب نور طول هم کنن اعلامیه نده، این موگه اساسی قانون ده دازده که نه تی موگه اعلامی سره کن بنیادی توپیر لرو زکه ده تی ما پا قاصر نظر بانده این موگه اساسی قانون لعلامیه نه چو قدم وجد ترسی. اعلامیه تنها نصیحت است. قانون اساسی تعهد است، وجیب است، وسیله است. اول حقوق افراد است. فصل دوم قانون اساسی ما تمام حقوق و ارزش های بین المللی را در خود داره. اما دوم، برای هر یک از ارزش‌ها وجایب دولت واضح تعیین شده، چون بدون وجیبه ارزش تنها به حیث نصیحت باقی میمونه. و سوم، وجایب افراد و نهادهای اجتماعی در مقابل یکی دیگه تعریف شده. تأکید ما قسمی که جناب دکتر سب شما نو نکته را بیان کردیم اگر تیکی مویلی داده تا دولت پدی اوتوانی گی تا خبل وجایب در سرکی. اما عرض تاست داده تا نن دولت مسئول ساتی. زه دیر ممنونیم در افغانستان دی جمهور پیس بانده
چه صلاحیتونه لرم مسئولیتو لرم. فوقلاده امر باید موگل فرهنگ نه لرسی. مانای چه ده؟ فوقلاده امر یعنی چه؟ یعنی قانون بخولنده خودل؟ نزکه لازمه ده چه طول مدنی طولنه دو قبشر کمیسیون امو گلامه کرام امو مرمنه امو زوانان دولت وجائی بوته متوجه کرد. یا وارد دولت وجائب تر سرکرل بیا دو مرحله که دولت کولیسی چه دو حقوق مدافیسی. اما پا اول مرحله که جنجال پخپل دولت کد. چیز برده ارپاند روز. تهدیدات به یرزش از کجا می؟ اول شبکه های غیر دولتی خبیثه. در فضایی که اعلامیه حقوق بشر اعلان شد، نهادهای خبیثه بین المللی غیر دولتی وجود نداشت. یک حلقه بسیار خبیثه بین حلقه جرمی دنیایی و سیاست های افراطی با وجود آمد. سریلانکا اولین ملکی بود که در او ترور فرد به حیث وسیله استعمال شد. این حده آسیا جنوبی به دنیا بود. این پدیده شوم عام شد. این تهدید بنیادی است. این تهدید باید ما درک کنیم. و انواع جلوگیری از این تهدید ضرور است. دوم، دولت های ناکام است. هرچی دولت ضعیفتر شود و نتانه ارزش های قانونی خود عمل کنه و وسیله اجرای حاکمیت قانون شود، به مو اندازه تهدید به حقوق بشر است و به حاکمیت قانون است. و سوم، دولت هایی است که نهادهای خبیثه غیر دولتی را به حیث سیاست دولتی استعمال میکنه. حالا باید ثابت شده باشه مخصوصا در منطقه ما که تروریسم خوب و تروریسم بد وجود نداره. افراطیت خوب و افراطیت بد وجود نداره. بلا را سر همسایه ایلا کده نمیتونین، خانه خود مسئول نگاه کده نمیتونین. کلا یک مملکت کلا نده. هیچ آمه است چه خلا هم کلا ده هم بلا ده، دولتی سیاست هم کلا ده هم بلا ده. که دولتی سیاستونه پا دی باندی چه همسایه زمکه دی جنگ پا میدان باندی بدل سی، خپل کوره دی جنگ پا میدان باندی بدلی کی. دی باندی باید طولو پوسی چه نن نلی سر ترلید. پا یو واحد نلی که کلاگان نسی جولوی. نو زکر بنیادی ضرورت داده چه موک دا خطر پا گرد جد. و در این حال دولت های متمدن باید به شکنجه دست نبر. دولت هایی که برای دیگه دنیا دوامدار سفارش تایید ارزش های بشری را میکنن، باید خودشان نمونه شان. یعنی جای شرم است که دو متخصص روحیات با گرفتن قرارداد 80 میلیون دلار وسیله شکنجه بین المللی شد. از این که تنزل از علم، از اخلاق و تعهد با وجود آمده نمید. ما باید همه خود مسئول نگاه کنیم. و موضوع چهارم دیگه، پنجم، فقر و محرومیت، بی‌عدالتی و فساد اداری تهدیدهای بزرگ است در مقابل ارزش‌های بشری. ایمو که طوله نه که
شپک درس فی صده یاو شهر یاو دولار و پینزه وی سنتو بانده لان دزوان کی یعنی پنزوس افغانی تراویه افغانی بانده پورست کی یاو کورنی با چنگ پدی بانده زوان دو کی کچنین لسکلا نالک یا جلی چلور کلن یا پینز کلن علی گونده خکاری میرمنی چو ساته پورست که کار کی اما جب که چی دی او خدایم لی بادی گاردانو ساته که چو که مخ کیو داری گی خیال که چی دی خدای عدیه دی دنیا تا په دې اساس باندې بیرته راځو جمعي مسؤلیت ته او بیا ارادې ته. در قسمت مسؤلیت های جمعي نظام دولتی بین المللی باید دوباره بر اساسات روابط بین دولت ها تجدید نظر کنه. ضعیفترین حلقه در نظام دولتی بین المللی ضعف تمام نظام نشان میده. از این جهت تا به یک اجماع اساسی نرسیم که دولت سازی در این مرحله قرن 21 تنها یک مسئولیت ملی نیست بلکه یک مسئولیت بین المللی است، ما ارزش ها را به جای کرده نمیتونیم. دوم، همکاری منطقوی برای پیمان های ثبات و رفاه حتمی و ضروری است. سرنوشت ما در منطقه با هم گره خورد. بدون همکاری همه جانبه منطقوی ما از این حالت ها برآمده نمیتونیم. آخری ارزونه زانت متوجه است. اول زانت چه ملی اراده زوفونم تر هغه وخت دوام کوي چې خلک فکر وکړي چې موږ تقسیم یو، موږ ویشل یو، او موږ نسو کولای چې په مسممه توګه کار وکړو. نو اول شی چې موږ ضرورت ده ملي اراده ده، ملي وحدت. حکومت وحدت ملی سمبول وحدت ملی از این کشور است. کس بی باور نباشه سر از این مملکت که خدای ناکده وحدت ما از هم می باشه. هر کس که سر نفاق افغان ها قمار زده باخته. ما متحد هستیم، ما واحد هستیم و با اراده واضح انشالله تعالی به پیش میریم. دوم، سیاسی اراده. سیاسی اراده یعنی چه؟ سیاسی اراده یعنی ده چه اول وومنو چه مشکلات لرو. ده مثال بتو که سبا دکتر صاحب سیما سمر اعلانو کی چه موک بندی خانو که شکنجه ده. سیاسی اراده دامانا نور که چه موک وگونه که پتکو یا سترگی پتکو. سیاسی اراده دامانا نور که چه ارسرکینو و چهر شکنجه ده، چنگه منکو، چنگه لتکرار نمخنیسو که بیزای سوی دی هر یک از نو مسئله تا. این مسائل است که ازی باید اعتراف کنیم که این مشکلات بنیادی ماست و بعد از او اراده ایست که باید تصمیم بگیریم که تکرار نمیشه. و سوم، باید دیدگاه داشته باشیم که از فرهنگ خود کلمه به جای شده داخلی را در ظرف 5 سال آینده دور کنیم. هر چیز در یک روز نمیشه، اما در جای ثابت بودن تنها موجب نزول است. بنابراین اراده سیاسی بخشیدگی چیست که واقعی بین باشیم. واقعی بینی به این معنی که ظرفیت های خود را به کار انداخته بتانیم تا حد اعظم.
اما تعادل بین تحول تداوم بتانیم حفظ کنیم. و بالاخره بیایم سر صلح. صلح ضرورت حیاتی اجتماعی ماست، اما صلح پایدار معنیش ایست که باید از حالت بی ثباتی دوام دار به طرف ثبات دوام دار بریم. و ای تدبیر، تعمل و حوصله میخواد. اگر اعمال تروریستی را هدفشان نیست که ما از صلح انکار کنیم، جواب از این نیست. اما اگر فکر میکنند که با اعمال تروریستی اراده ما را ضعیف میسازند، ایران باید بفهمند که ملت افغانستان اراده واحد دارد و هیچ وقت تسلیم ترور نمیشه. منطق صلح منطق ثبات است، منطق رفاه است، منطق حقوق است. تمام ممالکی که جنگ تیر کردن مجبور بودن که اوضاع خود به دقت بسنجن و راههای بنیادی و اصولی صلح پایدار جستجو کنن. ما در پی جستجوی از این چاره هستیم و با شرایط پیچیده که ما داریم، از نگاه داخلی، از نگاه منطقوی، از نگاه بین ملی، همه اینا را در یک چارچوب میریم که اقدامات ما مؤثر، پایدار و همه جانبه باشه. پا آخر که زده کمیسیون نه منه نکم او تو کلمه دارم. اول دولت اتاس استقلال تا احترام داریم. اساسی قانون دست استقلال در کرده، به استقلال کارو کرده. اساسی قانون زکه دست استقلال در کرده چه غواری چه در افغانستان دولت طولین تا مسئول اوسی. نو زکه مکتست احترام دارو او غوارو چه حقا ارزختو دی پاره چه تاسه هر او رس کار کوی طول ولس هر او رس کار کوی. دوم دولت او کمیسیون پا تزاد کنه دیم. تزاد مانا داده چه تاسه وی چه دا حقایق دی اما گوه دا ندیم. همکاری مانا داده چه مشکلات تو بانده پا گده کارو. بله برخده همکاری داده چه ده حل لاره ده پاره پا گرد یک کارو کن. نگوختنم داده چه مرسته او بی. اول ده ارزختونه، ده اساسی قانون ارزختونه طول طولین تشریک. دوم دولت باید ده ارزختونه نمونه سی. او خاصتاً اما گفتنه داده ده نه در رئیس جمهور در افغانستان پیس بانده بلکه در افغانستان دیو تب بانده که زل لار نووزم سم میکن لار تم راولی. زکه اما باداران در افغانستان ولستی. زد افغانستان واکدار نیم، زد افغانستان خادمیم. او خادم مانا داده چه اصول باید قانون طولنه او طولنیز وجدان اوتاکی. از قضاوت وجدان افغان ما باید ده حراس نباشیم، بلکس با احترام کامل با وجدان جمعی و با تجلیل از وجدان فردی انشالله و تعالی ما اراده ما روز بروز محکم تر خواهد شد تا خواسته های برحق مردم افغانستان عملی کنیم. و چون از کمپاین یاد کردین یک کلمه پس تکرار میکنیم،
هر 6 ماه دولت و حکومت وحدت ملی آذر است که سر اوضاع عمومی حقوق بشر امرای کمیسیون به صورت منظم به اساس یک راپور تحلیلی و ارزیابی تحلیلی شما بشینیم تا اقدامات بعدی را تعیین کنیم. تل دیوی افغانستان، پاینده باد افغانستان.